نحر پنجم در بیان خوف و رجا. خوف و رجا و نتایج ایشان و سلسال نوال این نهر به دو رشح زمعا را به وادی استفاضه ریان خواهد ساخت. خب بحثی که می کند بحث در مورد خوف و رجا است و از میادین عشق و عرفان که به آن توجه بسیار فراوان شده است، بحث مهم خوف و رجا هست. می‌فرماید که خوف و رجا و نتایج خوف و رجا و سلسال نوال این نهر. سلسال یعنی آنچه که سلسله وار می آید، آنچه پی در پی هم می آید. نوال یعنی نصیب، حصه، لقمه و چیزی که به انسان ارزانی می شود. یعنی اینکه این نصیب و حصه خوف و رجا همیشه و پی در پی بر جان سالک فرود می آید و او را در راه سیر و سلوک یاری و کمک می رساند. اما این دو رشته خواهد داشت که زمعا یعنی تشنگان، از زمع به معنای تشنگی است و زمعا جمع مکسر هست معنای تشنگان. زمعا را به وادی استفاضه، استفاضه هم یعنی طلب فیض الوهیت کردن. ریان یعنی سیراب، ری یعنی سیرابی، ریان یعنی سیراب ساختن و از آب سیر شدن. خب می فرماید که خوف و رجا و این آنچه که پی در پی می آید و سالکان رو هدایت می کنند و تشنگان وادی عشق و عرفان را به طلب فیض از جانب خداوند متعال سیراب می کند. و این دو رشحه عظیم همان رشحه رجا و خوف است. رشحه اول در بیان رجا، البته این رو بایستی بگیم که معمولا عرفا خوف رو قبل از رجا آورده اند و اینجا که جناب مولا حسین کاشفی رجا رو قبل آورده است خلاف اصل معمولی است که عرفا در این باب دارند و ابتدا خوف رو می آورند و پس رجا رو. و البته در مکاتب شام و مکتب عراق و مکتب خراسان و مکتب آذربایجان در عرفان اینها با هم تفاوت هایی دارد و خوف در مکتب عرفانی خراسان بسیار مقام شامخ و بزرگی دارد. برخی از عرفا هستند که خوف رو سرلوحه امر خود قرار دادند. شما می دانید که هر کدام از عرفای بزرگ و عارفان بزرگ جریان عظیم عرفان اسلامی به قسمی از مطالب بیشتر توجه کردند و هر کدام به گونه دیگر به موارد دیگر بیشتر توجه کردند. مثلا آنچه که در مکتب آذربایجان در عرفان هست بیشتر نظر بر فتوت و مستی و سرمستی است، در حالی که در مکتب عرفان خراسان که امثال عطار و مولانا خود از آن مکتب محسوب می شود و دیگران، بیشتر بر خوف تکیه شده است و این خود موارد زیبایی رو به وجود آورده است. یا
افرادی مانند بایزید بسطامی مطلب رو بر وحدت وجود و بر فنا نهاده اند و نهایت آرزوی عاشقان رو فنا و یا رسیدن به وحدت وجود نام برده اند. برخی اصل مسئله رو عشق دانستند و همه موارد رو در عشق خلاصه کردند و گفتند اگر کسی عشق داشت همه چیز برای او مهیا می شود. و عده‌ای هم گفتند که آنهایی که خوف و رجا داشته باشند همه برایشان مهیا است و آنچه که انسان از خوف به دست می آورد می تواند او رو در این راه کافی و وافی باشد. از این جهت که رجا رو زودتر از خوف آورده است، شاید دلیل آن این باشد که رجا در سلوک عارفان کمترین تأثیر رو دارد نسبت به خوف. عرفا خوف رو بسیار مهم دانستند و رجا رو از این جهت مهم دانستند که کار از شدت خوف به ناامیدی نکشد و برای رجا یک فایده مترتب کرده اند و یک فایده بر او شمرده اند که رجا مهمترین فایدهش این است که انسان و سالک و عاشق از خوف الهی چنان در نیامیزد با هیبت الهی که نتواند راه رو ادامه بدهد و این خوف در حقیقت مسیری است که سالک بر روی خود باز می‌بیند و این با رجا کمی تعدیل می‌شود و اندکی این رجا شدت و حرارت خوف رو کاهش می‌دهد تا کار سالک به ناامیدی نکشد و سالک ناامید نشود. اما غیر از این چندان برای او نتیجه قائل نیستند، چون رجای زیاد و امید زیاد به حضرت حق ممکن است انسان رو از خطرات راه که بسیار فراوان هم هست غافل کند و تنها تکیه کردن بر رجا بدون خوف البته انسان رو ممکن است به وادی هلاک و مغاک مذلت و گمراهی و زلالت بکشاند. در بحث خوف، خوف آن است که انسان بترسد. از چه بترسد؟ از خداوند متعال و فقط از خدا بترسد و از چیز دیگری نهراسد. چرا باید بترسد؟ به خاطر چند مسئله هست که انسان باید از خدا بترسد. اولا خداوند اهل هیبت است و عظمت است و انسان در هر مسئله‌ای که بسیار عظیم باشد و مهیب باشد از آن البته ترسی خواهد داشت. این ترس آیا خوب است یا بد است؟ این ترس آیا چه مبنایی دارد؟ ما ترس‌هایی رو داریم که مذموم است و ترس‌هایی داریم که ممدوح است. در عرفان آن ترس مذموم رو به کناری نهادند. ترس مذموم و ناپسند از آن تعبیر به جبن می‌شود. جبن یعنی ترس، اما ترسی که نامحمود است و ناپسند است و ناشایست است. مانند این که انسانی از آب بترسد، از دریا بترسد، از بلندی و افتادن از شاهق بترسد و مانند این است که انسان از افراد قلدر و افراد به قول معروف پرزور و افرادی که میخواهند به او ستم بکنند از آنها بترسد. به این میگویند جبن و صاحب این صفت هم جبون است، کسی که ترسو هست و این البته از رذایل اخلاقی هست. علمای اخلاق رذایل اخلاقی و محامد اخلاقی رو جدا کرده اند
و گفتند که انسان میبایست که حد تعادل رو رعایت کند، یعنی اینکه انسان از هر طرف حد تعادل که برود، چه طرف افراط باشد چه طرف تفریط باشد، این مذموم و ناپسند است. برای همه صفت ها این صفات رو قائل شده اند. مثلا برای ترس این رو قائل شده اند که یک طرف ترس جبن است، جبنی که انسان از همه چیزی که علی ظاهر وجود دارد، مثلا از تاریکی میترسد، از حیوانات درنده میترسد، از چیزهای دیگر میترسد. این خوف مذموم است و بهش خوف نمیگیم، البته در اصطلاح به آن میگیم جبن. خب طریق اعتدال هم یک طریقی هست که انسان برای اینکه مراقب جان خود و نفس خود باشد، یه مقدار باید احتیاط بکند. شیر درنده ای آمد بگوید که من نمیترسم، برود پیشش و آن شیر کار او را تمام کند، این هم ناپسند است. یعنی یک طرف جبن است، طرف تفریطش، طرف افراطش تهور است، تهور و بیباکی که عقل او رو نمیپسندد. عقل نمیپسندد انسان خود رو با دست خود به تحریکه و هلاکت بیندازد. قرآن فرمود لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه. یک کسی برود بالای مثلا یک برج 40 طبقه، از آنجا خود رو پرتاب کند بدون هیچ محافظی و بگوید من متهورم، من بیباکم، من نمیترسم، این رو عقلا معادل حماقت میدانند، نه شجاعت نمیدانند. این رو در مقابل کسی هم از چیزهای عادی و معمولی مانند مثالهایی که زدم از آنها جبن داشته باشد و بترسد، در برابر آن هم مذموم است. یک تفریط است، یک افراط است، یک زیاده روی بیش از حد است و یک کم فروشی است و کاری را انجام ندادن. یکی از جهت فعل است و دیگری از جهت ترک است. این دو حالت خاصی دارند که به آن شجاعت میگویند. شجاعت یعنی اینکه انسان باید شجاع باشد، از هر چیز مادی و ظاهری نترسد، مانند آنچه که مثال زدم، اما عقل رو هم در آنجا حاکم بداند و از عقل هم در اینجا بهره ببرد. آن عقل به او میگوید که کجا باید ترسید و کجا نباید ترسید و این مسئله مهمی است. برای ترس حدود 7 لغت رو عرفا گفتند که یکی جبن است و دوم خوف است و البته خوف پس از جبن است. خوف مرتبه خیلی بالایی ندارد، بالاتر از اون مراتب بالاتری وجود دارد در عرفان، مانند خشیت، اشفاق، هیمان و خیلی موارد دیگری هست که اینجا فرصت نیست و میبایست که در جلسات مناسب نسبت به همه این 7 نوع توضیحات کافی داده شود، چرا که عرفا این رو بسیار مهم دانستن و در عرفان نظری روی این مطالب بسیار توجه شده است. اما چون بحث ما اینجا خوف است، در حقیقت خوف یک حالت میانگینی دارد و رجا همان حالت معتدلی هست که اینجا ایجاد می کند و همان حالت اعتدالی هست. در مورد همه مسائل چنین فکر کردن، مثلا یک در مورد خوردن، در مورد غذا خوردن، علمای اخلاق گفتن آنهایی که پرخوری می کنند خب البته کار درستی انجام نمی دهند و آنهایی که هیچ نمی خورند تا قوای جسمیشان تحلیل رود، آنها هم کار درستی نمی کنند. کار درست این است که انسان وسط این دو رو فراهم کند، بین این دو توجه داشته باشد. سعدی گفت که نه چندان که از ضعف جانت براید، نه اونقدر کم بخور و نخور که جانت براید، نه چندان که از حلقت
درآید، نه آنچنان که از حلق دیگه اونقدر بخوری که دیگر نتوانی ضبط کنی آن خورده را. یک حالت تعادل در همه موارد این چنین است. در مورد شادی هم چنین است. حتی گفتن مثلا شادی باید تعادل داشته باشد. اگر هیچ یک نفر هیچ وقت شاد نباشد، این البته مریض است و این حقیقتا راه به جایی نمیبرد. ولی یک کسی هم هست که همیشه خیلی شاد است، این هم در اصطلاح قرآن و در اصطلاح عرفا به فرح که بعداً به مرح تبدیل می شود استناد شده است. فرح یعنی آن شادی که بیش از اندازه باشد، انسان فرحان باشد، همیشه الکی خوش باشد، همیشه به هر چیزی که می بیند مثلا خنده سر دهد و از عاقبت امور و از عقوبت آن خوف عظیم برحذر باشد. اینکه همه مسائل رو میبایست که انسان رعایت کند و حد تعادل در همه این زمینه ها مورد سفارش همه بزرگان و علمای اخلاق و البته به تبع آن علمای عرفان بوده است. آنچه که در اینجا گفته می شود این است که انسان باید از خدا خوف داشته باشد، نه آن ترس مذموم بلکه ترس محمود، ترس پسندیده. در قرآن آیه زیبایی هست که همه شنیده ایم، انما یخشى الله من عباده العلماء. قرآن می فرماید که همانا از خداوند می ترسد، خشیت دارد از خدا علما، دانشمندان از خدا خشیت دارند. و این خشیت چیز؟ خشیت هم یک نوع ترس است، اما ترسی که زائیده علم است. انسان هرچقدر علم داشته باشد به سمت خشیت و ترس از آنچه که نمیداند میرود. کسی که عالم و دانشمند است میداند که ممکن است یک آب آلوده به میکروب چه بلایی سر او بیاورد، چون علم دارد بنابراین پرهیز میکند. ولی کسی که علم ندارد پرهیز هم نمیتواند بکند و اهل پرهیز هم نخواهد بود. اما چون همه این هفت لفظی که اصطلاح شده است برای ترس در فارسی همه به ترس تعبیر میشود، از آن جهت فارسی الکن است در این مورد و قادر نیست که حق مطلب رو ادا بکند. چون ما هم به خوف میگوییم ترس، هم به خشیت میگوییم ترس، هم به اشفاق، هم به حیمان و هم به موارد دیگر، به همه اینها ما ترس میگوییم که البته اینها از همدیگر جدا هستند و من سعی کردم در این چند دقیقه تفاوتی رو بین آنها قائل شوم. خوف حقیقی و اصلی این است که انسان از خدا بترسد. یکیش چنانچه عرض کردم آنچه که موجب ترس از خدا می شود هیمنه و عظمت و قدرت و جلال و جبروت خداوند است، که انسان وقتی که در برابر آن هیبت عظیم قرار می گیرد البته بایستی خائف باشد و بترسد. دوم چیزی که انسان باید از آن بترسد و خائف باشد و از مصادیق خوف اعمال خود انسان است. انسان از چند چیز میترسد. یک این است که انسان کاری را انجام دهد، کار بدی انجام دهد و از نتیجه آن کار بد خود بترسد. کسی کس دیگری را بکشد و منتظر قصاص باشد، منتظر باشد که الان تعقیب می شود و او گرفتار خواهد شد. این ترس هست، اما ترس از عواقب اعمال آن شخص. بعضی وقتها انسان از چیز دیگری می ترسد. مثلا عاشق خوفش از عدم وصال است، از اینکه ممکن است که این وصال روی ندهد.
ممکن است که عاشق نتواند به خداوند برسد. این خوف البته بسیار عظیمتر از آن خوف است. این خوف از آن است که مبادا خداوند او رو نخواهد، مبادا خداوند او رو نپسندد و مبادا خداوند او رو از خود دور کند. این خوف کمی نیست و مسئله اندکی نیست. یعنی انسان خوف کند از هجران، از دوری از خداوند همیشه خائف و نگران باشد. این هم یک جنبه از خوف است. جنبه دیگر خوف میتواند از قطع وصال باشد، خوف از قطع وصال باشد. یعنی اینکه انسان بترسد که این وصلتی که هست و این تواصلی که بین یاران و همدلان و عاشقان است، این یک بار گسسته شود و محبوب و معشوق او رو رها کند و او رو سر خود بگذارد. اینجاست که یک خوف عمیق‌تر و عظیم‌تر بر او روی خواهد داد، یک خوفی عظیم‌تر، عمیق‌تر و کامل‌تر. جامی امام احمد امام جامی میگوید که در مکه بودم، دیدم یک جوانی از صبح تا شب ایستاده بود زیر آفتاب سوزان مکه تا آنجایی که چربی بدنش داشت بر روی زمین میریخت. آنچنان آنجا مانده بود، آنقدر ایستاده بود که بدنش که عرق کرده بود و دیگر آبی در بدن نداشت، چربی بدنش داشت میریخت. شب شد، تا نزدیک شب که شد من رفتم پیش او، گفتم چرا چنین شده؟ دیدم زرد است و ناله می کند و گریان است و بسیار. جامی صاحب نفحات الانس، کتاب بسیار عظیم و نفیس نفحات الانس من حضرات القدس که عدلت دوستان همه حتما مطالعه کردن این کتاب عظیم رو، و اگر کسانی از دوستان این کتاب رو ندیدن البته و البته حتما او رو تهیه کنن و بسیار کتاب عالی است، نفحات الانس من حضرات القدس، که انصافا جزو شاید اگر ما 20 کتاب عرفانی رو در طول تاریخ در نظر بگیریم، این نفحات جزو یکی از 20 تا باشد و بسیار کتاب زیبایی است. شرح حال عرفا هست و جالب این است که دهها عارف زن رو هم برخلاف حالتهای دیگر و معمولی که دیگران کمتر به آن پرداخته اند، او عارفان زن رو هم، دهها عارف زن رو هم اونجا شرح حالشان رو بیان می کند و قصه آنها رو می گوید. بسیار زیبا و جالب است. این جان می گوید من رفتم آنجا، به آن جوان گفتم چه شده است؟ چرا اینقدر روی زردی؟ عاشق هستی؟ گفت بله عاشقم. گفتم آیا به عشقت و به معشوقت نرسیده ای؟ گفت چرا؟ اتفاقا رسیدم. گفت من تعجب کردم چطور آدم که آدم اگر عاشق نباشد چنین نمی کند، اگر به معشوقش رسیده باشد دیگر این همه گریه و زاری و این همه لابه و انابه و استغاثه برای چیست؟ گفت چرا؟ رسیدم. گفتم رسیده ای و از او دور شده ای؟ گفت نه، اکنون در حضورش هستم، اکنون در کعبه حضرت معشوقم، من روبروی حضرت محبوب ایستادم. پس گفتم تو را چه می شود؟ چگونه می توانی چنین کنی؟ چرا چنین می کنی؟ گفت از فرقت می ترسم، از جدایی می ترسم که ناگهان سر برآورد از داخل این مکه، از داخل این خانه، بگوید که تو ما را نشایی، تا
تو شایسته ما نیستی. آن وقت چه کنم؟ من از قطیعت میترسم، از قطع وصال میترسم. خب جامی بعد آنجا میگوید که واقعا هم چنین است. انسان اگر در فراق معشوق و محبوب ناله کند، خوف داشته باشد که مبادا معشوق رو زیارت نکند، مبادا به وصال معشوق نائل شود، آنجا چون رجایی هست برای اینکه معشوق را ببیند، آنجا یک امیدی هست. بنابراین آن امید و آن رجا این کار خوف رو اندکی حرارتش رو کاهش میدهد، چون امیدوار است که به معشوق و محبوب برسد. از آن جهت هر چند امیده که اندکی باشد، از آن جهت این خوف و این هجران قابل تحمل است. اما اگر بترسد که آن معشوق رو از دست بدهد، وصال حضرت حق رو از دست بنهد، آن وقت چه خواهد شد؟ این دیگر امیدی هم نیست، همه اش خوف است، همه اش ترس است، همه رنج است. و میگوید که این خوف اعلای خوف ها هست، بالاترین درجه خوف همین است که یک انسان در حضور معشوق و محبوب باشد، به وصال معشوق رسیده باشد، اما همیشه و هر لحظه بترسد که ناگهان مورد فراق معشوق قرار بگیرد. نکته بسیار باریکی است که اگر توجه کنیم خواهیم دید که این بسیار قابل غیر قابل تحمل است. جاهای دیگر ممکن است آدم یادش برود، ممکن است آدم مثلا به خاطر آن توانایی هایی که دارد، به خاطر آن امیدی که دارد، آنقدر این خوف کمرشکن نیست، اما این خوفی که بعد از وصال است، این حقیقتا کمرشکن است و بسیار صعب و سخت است. رجا چیست؟ رجا همینجا به درد میخورد. رجا آن است که امید داشته باشد که آن معشوق بیاید و او را به وصال برساند، یا امید داشته باشد، رجا داشته باشد به این که این وصال همچنان ادامه پیدا کند. تاب آفتاب رجا که تاریک حالان ظلمت آباد ظلم را، امید روشنی عفو به پرتو آن است. خب تاب همان تابش، آفتاب رجا. رجا از رجوه هست، رجوه یعنی امیدوار شد، رجا بوده، بعد از الف واو ساکن تبدیل به همزه شده، شده رجا. و تابش آفتاب رجا و امید است که آنهایی که در ظلمت آباد ظلم خیشتن هستند. ظلم منظور چیست؟ ظلم گفتن سه گونه هست، ما سه نوع ظلم داریم. ظلم به خداوند که همان شرک است، لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم. حضرت لقمان به فرزندش گفت یا بنی لا تشرک بالله، ای فرزندم، ای پسرم، به خدا شرک نورز، ان الشرک لظلم عظیم. شرک ظلم عظیم است. یک ظلم مهم این است که انسان خدای خود را نشناسد و به خدای خود توجه نکند. ظلم دیگر به ظلم به خلق است، به مردم است، ستمی که به مردم روا می دارد، حق آنان را می خورد، با آنها به زشتی و بدی رفتار می کند، آنها را محترم و مکرم نمی شمارد، با آنها رفتار خوب و مناسب ندارد، یا ستم های دیگری می کند، دزدی می کند از ایشان، آنها را می کشد، آنها را به هر حال به عقوبات مبتلا می کند. نوع سوم ظلم، ظلم به خیشتن است، ظلم به خود است که انسان به خود ظلم کند. این ظلم به خود چیست؟ ظلم به خود این است که انسان راه خدا رو نپیماید، راه عشق رو نپیماید. این بزرگترین ظلم و ستم است.
این که انسان به دنبال سیر و سلوک معنوی نباشد و به دنبال خدای خود و به دنبال معشوق نباشد، آن البته ظلم بسیار عظیمی است که او بر خود روا می دارد و هیچ کس رو نباید ملامت کند جز خودش، که خداوند این همه اسباب عشق و عاشقی رو در اختیار او قرار داده است، اما او از این اسباب استفاده نمی کند. ای دل به کوی عشق گذاری نمی کنی، اسباب جمع داری و کاری نمی کنی. همه اسباب رو دارد اما کاری انجام نمی دهد، روزگار رو به بطالت می گذراند. و بزرگان همه از عمری که در غیر راه عشق صرف کردند البته نادم و پشیمان هستند. هرچه گفتیم جز حکایت دوست، در همه عمر از آن پشیمانیم. سعدی خیلی زیبا گفت که هر چیزی که غیر حکایت دوست گفتیم در همه عمر از آن پشیمانیم. ما گدایان خیلی سلطانیم، شهربند هوای جانانیم. غزل بسیار زیبایی است. بنده را نام خیشتن نبود، هرچه ما را لقب دهندانیم. بعد زیباست، میگه که تو به سیمای شخص مینگری، ما در آثار صنع حیرانیم. و همه در حفظ دارید این غزل بسیار زیبا. و این است که انسان میبایست که ظلم به خود نکند. بزرگترین ظلم به خود انسان همین دوری از راه و طریق عشق است. آنهایی که در ظلمت آباد ظلم قرار گرفته، اینها تاریک حالند، حالشان تاریک است. اینها نور حال نیستند، تاریک حالند. حال اینها قرین تاریکی و ظلمت است. به اینها این رجا امید روشنی عفو می‌دهد و این تاریکی دل آنها رو امارت می‌کند و این تاریکی دل آنها را به نور تبدیل می‌کند. و من یقنط من رحمت ربهی الا الظالون. چه کسی از رحمت ربش در قنوت است، در ناامیدی است؟ الا الظالون، جز گمراهان و کسانی که گمراه میکنند. یک عده میگویند آیا خداوند توبه ما را قبول میکند؟ گفتند البته که قبول میکند. این چه کاری است که شما میگویید؟ شما چرا به صفات خداوند مشکوک هستید؟ این که انسان بگوید که خدا مرا نمیپذیرد، خدا توبه مرا قبول نمیکند، این خود از نشانه های شرک است. این از نشانه های نشناختن خداوند است. خداوند خود فرمود که هر چیزی رو خداوند میبخشد. آنچه که خداوند نمیبخشد یک چیز است و آن هم عناد است. عناد یعنی چه؟ عناد یعنی این که انسان در حالی که میداند که حقیقت کدام است مقابل آن بایستد. البته خود خدا هم نگفته، خدا فرموده که من همه چیز را میبخشم، من همه کس را خواهم بخشید. معلوم نیست، از عرفای بزرگ گفتن معلوم نیست شیطان در روز قیامت از خداوند بخواهد که خدایا مرا ببخش، و چه کسی میداند که شیطان رو خداوند نخواهد بخشید؟ مگر میخواهد خدایی کند؟ شیطان که اعظم گناهکاران و اعظم بدبختان روزگار است و شقیترین وجودات است، از کجا معلوم که خداوند روز قیامت او را هم نبخشد؟ مگر اینکه ما ادعا کنیم که ما مانند خدا میدانیم. ما چه میدانیم چه خواهد شد؟ خداوند در قرآن میفرماید به شیطان تا روز قیامت مهلت داد. این مهلت برای چه؟ خب مهلت داد که لعقبین نهم، اجمعین ها رو اغوا کنند، اینها رو بفریبد. اما در جای دیگر میگوید انی اخاف الله رب العالمین.
من شیطان میگوید که وقتی که در قرآن همه شنیده اید حکایت زیبایی دارد در قرآن میفرماید که وقتی که این بدکاران در دوزخ افتادن این بدکاران میگویند که خدایا ما والا ما کاری نبودیم شیطان ما رو فریب داد همش کار این شیطان بود شیطان آنجا میگوید خودتون رو تبرئه نکنید انی اخاف الله رب العالمین من که شیطانم اخاف الله من خوف دارم من از رب العالمین میترسم شما چقدر بی حیا بودید که از رب العالمین نترسید من از رب العالمین با همه پلیدی هایم میترسم انی اخاف الله رب العالمین نص صریح قرآن عظیم است من از خداوند میترسم خب نکند یک دفعه خدا بگوید این هم از خائفان بوده است این هم از ترسندگان بوده است و حال این رو هم من بخشیدم شیطان که ازل وجودات است معلوم نیست حال و روزش چه باشد چه برسد به انسانی که ما باشیم خداوند فرموده هر کس مرا بخواند اجابت خواهم کرد این قاعده خداونده این دکترین الهی است که هر کس مرا بخواند ادعونی استجب لکم این مرا بخوانید من اجابت خواهم کرد خداوند که تعارف نمی کند خداوند که نعوذ بالله غیر حقیقت چیزی نمی فرماید فقط بخواهید من اجابت خواهم کرد هر کس بخواهد این قانون رواست هرچند که چیز بدی بخواهد خیلی جالبه فکر نکنیم که خداوند هرچی که چیز خوب از او بخواهیم انجام میدهد نه حتی چیز بد هم از او بخواهید خدا قاعدش این است که او رو هم انجام میدهد استجابت میکند امتحان نکنید این را ولی ممکن است بعداً بفهمید کاری که خواسته بودید از خداوند و خداوند اجابت کرده از کار درستی نبوده است متوجه نبودید در آن زمان این چوری نیست که خدا فقط کار خوب رو اجابت میکند نه حتی کار غیر مشروع رو هم از خدا بخواهید قاعده خداونده او رو اجابت خواهد کرد انجام خواهد داد اون رو حال چه برسد به این که یک انسانی واقعا از دل پشیمان شود و رو به خدا بیاورد و خوف الهی در جان او بنشیند و او بترسد و بیاید توبه کند و من یقنط من رحمت ربهی الا زالون چه کسی جز گمراهان زالون جالبه زالون هم اونهایی که خودشون گمراه هستن هم زاللون جمع دقیقا زاللون بوده که ادغام شده زالون زالل یعنی گمراه کننده خود گمراه هست و گمراه کننده دیگران هم هست چه کسی گمراه میکنه کسی که خیلی از خدا ما رو میترساند از اون حد اعتدال رها میکند و میگوید خدا دیگر تو رو هرگز نخواهد بخشید او خود گمراه است و گمراه کننده دیگران است خدا بسیار مهربان تر از آن است که گناهان بنده و بشر رو نبخشد گفت پیغمبر که حق فرموده است قصد من از خلق احسان بوده است اینا روشنه من با اجازهتون دیگه سریع حرکت میکنم بسیار روشن و سریع هست گفت پیغمبر که حق فرموده است قصد من از خلق احسان بوده است حدیث نبوی است که خداوند میفرماید من مردم رو آفریدم تا احسان کنم نیکی کنم به مردم من برای نیکی آفریدم تا ز من سودی کنم من این بشر رو آفریدم که از خدا سود ببرد نه اینکه ما بیاییم آنچنان که بعضی میگویند که فکر میکنن بعضی ها بشر آمده به خدا سود بدهد بشر آمده عبادت کند و از این عبادت سودی به او برسد بسیار امر باطل و غلطی است خداوند بشر را آفریده است تا اینکه به او سود برساند غیر از این هم
راه دیگری نیست. یک عده هم رابطه خدا رو با انسان رابطه ضرری معنی میکنن. خدا همش آمده گفته این رو نکن، این رو نکن، همش حرمت ها و همش بدی ها. نه، آن حرمت هایی هم که هست به خاطر این است که انسان اگر از آن حرمت ها تناهی کند، دوری کند، در آن صورت او به سعادت خواهد رسید. کدام یک از حرمت های الهی موجب می شود که انسان به شقاوت برسد؟ همه گفته مال حرام نخور، چیز کثیف نخور، حلال باشه، طیب باشه. خب این به نفع کیست؟ گفته دروغ نگو، این به نفع کیست؟ به نفع جامعه انسانی است. هرچه که خداوند ما رو از آن نهی کرده است به نفع ما بوده، و هرچه را که خداوند ما رو به سوی آن امر فرموده است آن هم به نفع ما بوده است. سود الهی با اوامر و نواهی الهی بر ما خاتمه پیدا کرده است. آفریدم تازه من سودی کنند، تازه شهدم دست آلودی کنند. این شهد و شیره که است دستاشون رو بمالن و از این شهد شب و روز مستمرن و استدامتن اینها از این شهد زندگی بهره ببرند. البته ما انسان‌ها بلد نیستیم چگونه از زندگیمان لذت ببریم. انسان در پناه خدا باشد، در پناه سود الهی باشد و از زندگیش لذت نبرد، این خسران بزرگیست. آفریدم تازه من سودی کنند، تازه شهدم دست آلودی کنند، نی برای آن که من سودی کنم، بلکه تا بر بندگان جودی کنم. من خواستم جود کنم، بخشش کنم، وگرنه من چه سودی عائدم می شود از این خلق؟ آن که قصدش از خریدن سود نیست، هیچ قلبی پیش او مردود نیست. خیلی زیبا می گوید، می فرماید که وقتی که من بدون هیچ سودی کاری رو انجام بدهم، خدا من بدون هیچ سودی قلبی در وجود همه ما نهاده است، آیا چون سود ندارد این قلب مرا رد خواهد کرد؟ البته نخواهد کرد، چون سودی ندارد برای او، رد کردن او سودی ندارد. از برای لطف عالم را بساخت، ذره ها را آفتاب او نواخت. این جهان مانند ذره های از آفتاب که میرسد، روشنای آفتاب که به ما میرسد، مانند آن جهان را پرنور کرد، نظام احسن رو برای ما ایجاد کرد، بهترین و زیباترین نظام و انتظامی که ممکن بود در جهان باشد رو برای ما آفرید. چون که خورشید عنایت تافته است، آیسان را از کرم دریافته است. آیس یعنی کسی که مایوس می شود، آیسان را از کرم دریافته است. اون کرم عام خداوند موجب شده است که حتی آنهایی که از خداوند مایوس هستند آنها را هم به نزد خود بکشاند و خورشید عنایت خود را بر سر آنها بتاباند. نرد بس نادر ز رحمت باخته، عین کفران را عنایت ساخت. خیلی زیباست، می فرماید که یک نرد نادر باخته. نرد باختن بازی نرد است که در اصطلاح ما به تخته و نرد مشهور است. این میگه نرد باختن، گفتن که وقتی که یک کسی به قول معروف ششدر میشود، یعنی دیگر کاملا میبازد و چنان در آن بازی نرد چنان میبازد که هرچه دارد رو از دست میدهد و کل وجود خود رو و کل هستی خود رو با آن به معامله می نشیند. خداوند می گوید نرد باخته است، نرد بس نادر، نردی که نادر است، هیچ کس چون این نردی نمی بازد. این کفران را انابت ساخته است، کسی که کفران می کند، کسی که بدی می کند، زشتی می کند، این رو مایه انابه و لابه و توبه ساخته است، این رو مایه خوف ساخته است. گفتن ببین این خدا چقدر رحیم است که دیگری گناه میکند او خصلتش را میخورد.
ای به بندش میگوید که گناه کردی بیا سراغ من، گناه کردی بیا سراغ من، از من دور نشو. گناه بنده کرده است او شرمسار، گناه را بنده کرده این او شرمسار است که ای بنده من چرا از من دوری کردی، چرا دوری گزیدی از من، بیا سراغ من، من هستم، دنبال در دیگری مرو. این کفران موجب سعادت شده است. خیلی چیز جالبی هم هست. قرآن می‌فرماید که هر کس توبه کند به سوی خداوند، نبدل سیئاته حسنات. این نکته مهمیه، لطفاً دقت بفرمایید به این قصه. می‌فرماید که نبدل سیئاته حسنات. اگر کسی توبه کند، اگر کسی از خوف الهی توبه کند به سوی خداوند بازگردد، سیئات او رو به حسنات تبدیل می‌کنیم. قصه این است که وقتی که انسان بدی کرد، این بدی رو خداوند به خوبی تبدیل می‌کند. یعنی چه؟ یه دهی فکر می‌کنن که خدا وقتی می‌بخشد، یعنی گناهانی که کرده است رو می‌بخشد، صاف می‌کند. یکی دن قصه درست کردن، نمیدانم پسرم برو یک میخ بزن به آنجا، وقتی که آن میخ را درآوردی جایش باقی مانده از این مزخرفات. اینها اصلا از فلسفه توبه بی اطلاعند. من تا به انزم بهی کمال لازم بله، هر کس که از گناهش توبه کرد، معنی کسی که گناهی ندارد. چه جای مثلا این سخنان عامیانه چیست که جای نمیدانم مثلا آن میخا مانده است، بنابراین گناه نکن چون که در دلت جایش باقی. نه، نه تنها وقتی کسی توبه کرد از خوف الهی، توبه کرد گناهان او پاک میشود، این نیست، بلکه بدی هایی که کرده است، بدی ها تبدیل به نیکی ها میشود. به ازای تمام بدی های او نیکی می نویسند. نه اینکه صفر شود، صد تا بدی کرده است، نه اینکه توبه کرد این صد تا شد صفر، نه، صد تا بدی کرده است، این صد تا به جای صد تا نیکی می نویسند. نبدل سیئات او حسنات، بدی ها تبدیل نیکی می شود. هر که بیشتر بدی کرده باشد، بیشتر خوبی برایش می نویسند. اینه میفرماید، خیلی زیباست، عین کفران را انابت ساخته. یک ساعت دو ساعت میشود روی این مصرع سخن گفت که عین کفران را انابت ساخته. عین کفر، عین دوری از خداوند رو تبدیل کرده به حسنه، عین بدی رو تبدیل کرده به حسنه. این لطف پروردگار است. مؤمن و ترسا، جهود و گبر و مغ، جمله را رو سوی آن سلطان اولو. اولو همان به معنای بزرگ است، انسان‌های بزرگ، کلمه ترکی است، از ترکی تیموری هست. آل تیمور اولو بیگ اولو میگفتند و بزرگانشون رو با لفظ اولو مورد خطاب قرار میدادند. میگه همه آنها چه مؤمن باشد، چه ترسا باشد، چه جهود باشد، خب به خاطر این حرف هاست که مولانا رو نمیپسندن، به خاطر همین بیت ها هست که مولانا رو به کفر متهم میکنند. میبینید چه میگوید؟ چرا مولانا رو نمیپسندن؟ چرا مولانا رو انسان مشرک و کافری میپندارن؟ به خاطر یک بیت این کافیست. ببینید چه میگوید؟ مؤمن و ترسا و جهود و گبر و مو چیمون دیگه؟ جمله را رو سوی آن سلطان اولو، همه اینها رو به سوی خداوند دارن. بین مذهب ها هیچ تفاوتی قائل نمی شود. این رفتار کلی عرفان است. مذهب ها و دین ها در برابر آنها هیچ هویت خاصی ندارند. ممکن است یک نفر مسیحی باشد به خدا برسد، ممکن است یکی یهودی جهود باشد، ممکن است گبر باشد، زرتشتی باشد، آتش پرست باشد، بودایی باشد، هر چه با این خواهد باشد،
ولی هر کس وقتی روی اینما تولو فسم وجه الله، میگه شما به هر طرف که روی کنید آنجا وجه اللهه، آنجا خداوند است. هر قبله ای که روی کنید آنجا خداونده. چون این نیست که ما سایر قبله ها اصلا غیر از خدا مگر بر چیست که ما رو به سوی او بکنیم. ان الدین عند الله الاسلام، تمامی دین ها در نظر همان در نظر خداوند، عند الله الاسلام، همه دین ها نزد خداوند همان اسلام است. اسلام است که به زبان های مختلف، به طرق مختلف، ناقص، کامل و به این شکل آمده است. بلکه سنگ و کوه و خاک و آب را هست با گشت نهانی با خدا. میگه همچنان که همه به سوی خدا برخواهند گشت، گبر و ترساب و یهود و همه، همچنان سنگ و کوه و خاک و آب هم به سوی خدا برخواهند گشت. با کفش نامستحق و مستحق، معتقان رحمتند از بند رق. در کف الوهیت چه آنهایی که مستحق لطف الهی هستند، چه آنهایی که مستحق لطف الهی نیستند. معتقان رحمتند، اینها عتق رحمت الهی هستند، آزاد شدگان رحمت الوهی هستند. از بند رق، رق یا رق، رقیت یعنی بردگی. خداوند آمده است سود برساند و همه رو از قید و بندها رها سازد. چون شدی نومید در جهد از کلال، از جناب حق شنیدی که تعال. کلال یعنی سربار بودن. در فقه هم بحث از کلاله امی، کلاله ابی، یعنی اینکه سربار است، کسی که با کسی دیگری هست و سربار آن خانواده هست. معمولا خانومی که به خانه شوهر دیگری میرود و با خود دخترانی رو از دختران شوهر قبلی با خود میبرد، به اینها کلال میگم، چون که به هر حال آن چیست، آن به عنوان سربار برای آن شخص محسوب میشده است. از این جهت میگه همه اینها که سربار بوده ای، همین سرباری ها هم از جناب حق میشه اینن که تعال. تعال یعنی بیا. گرچه ما از این ناامیدی در گویم، چون سلازد دست اندازان رویم. گو به معنای زمین پست، مغاک، چاله‌ای که هست. و میگه اگرچه ما ناامید هستیم و در قبض هستیم، در ناراحتی و نگرانی هستیم، در خوف هستیم، چون صلا زد دست اندازان رویم. وقتی صلا زد، وقتی ما رو صدا کرد به سوی خود، آن وقت دست اندازان می‌رویم. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم. ما آن صلا رو شنیدیم که ما گفت ایمان بیاورید به ربتان، فآمنا، خدایا ما هم ایمان آوردیم. فاغفر لنا ذنوبنا و کفر انا سیئاتنا و توفنا مع الابرار. نیستم امیدوار از هیچ سو، وان کرم میگویدم لا تیأسوا. از هیچ جهت من امیدوار نیستم، اما آن کرم او هی میگوید لا تیأس. این البته اشتباه نوشته، باید لا تیأس مینوشت. اگر در کتاب شما هم واو و الف دارد این اشتباه. لا تیأس گویدم، یعنی به من میگوید که لا تیأس، باید مفرد بگوید. ناامید مباش، مجرما بنگر کرم های خدا، کو تو را میخواند آن سو که بیا. ای مجرم، ای گناهکار، کرم خدا رو ببین که او خود تو رو به سمت خود میخواند. نیمش و نومید خود را شاد کن، پیش آن فریاد رس فریاد کن. دیروز به دوستان میگفتم جنید، در یکی از یاران جنید از او دور شده بود و از او نفور داشت، حالا علتی پیش آمده بود، مشکلی پیش آمده بود
نزد شیخ خود نمی آمد، ترک خانقاه کرده بود و رفته بود. تا اینکه یک روز با یاران در بازار بغداد بودند، ناگهان جنید آن درویش رو دید که مدتی است دیگر به جلسات او نمی آید. گفت یک مرغی از دام ما فرار کرده است، ما باید این رو بگیریم. به سراغش رفت، این مرید دید که وای آن شیخ اعظم داره به سراغ او میاد، خجالت شد، شرمنده شد، این هم از یک جای دیگر رفت. او تیزتر رفت، جنید هم تیزتر، سریعتر به دنبال او رفت. آنقدر رفت و رفت و رفت تا اینکه یک جایی رسید به جایی که دیگه راهی نبود و راه بسته بود. آن مرید آنجا ماند، هیچ کاری نتونست بکنه، از شرم رو به دیوار کرد، وایستاد رو به دیوار و هیچ نگفت. جنید نزدیک رسید، او گفت که خب چه میخوای؟ گفت آنجا که مرید را روی به دیوار باید، شیخ را آنجا کار باید. آنجا که مرید رو به دیوار است، آنجا شیخ به درد میخوره. خب یه اشتباهی کرده بود، یه خطایی از او سر زده بود، آیا هر کسی خطایی از او سر زد باید او را رها کرد؟ باید به دنبالش رفت. و وقتی همه این رو شنیدند، بسیار انسان ها توبه کردند و او در پای شیخ افتاد و گفت که من اعتذار کرد و نهایتاً به خانقاه جنید برگشت. این که حقیقت قصه این است که هر کسی که فرار می کند، هر کسی که دوری می کند، راه این است که به دنبال او برویم و او رو به سمت خود بکشانیم. اینجا راه، راه نفور نیست، راه جذب است، راه با هم بودن است. پس مشو نومید و خود را شاد کن، پیش آن فریاد رس فریاد کن. آدم ممکنه فریاد بکنه ولی پیش فریاد رس نباشه، بگم آبا ولکن برو جای دیگری داد بزن مثلا. ولی کسی که به فریاد انسان میرسد، نزد او باید فریاد کرد. حسن زن است و امیدی خوش تو را، که تو را گوید به هر دم برترا. هر لحظه میگوید که برتر بیا، بالاتر بیا، بر امید عفو پیدا شد گناه. چون امیدی هست عفوی ای اله. خیلی زیباست، ببین چه زیبا بیان می کند. بر امید عفو پیدا شد گناه. اگر انسان ها می دانستن که گناه خواهند کرد و عفوی نیست، البته گناه نمی کردن. همه ما چون می دانیم که عفوی هست گناه می کنیم. این راه را هم خود خدا قرار داده است. بر امید عفو پیدا شد گناه، چون امیدی هست عفوی ای اله. جز که عفو تو کرا داند سند، هر که با امر تو بیباکی کند. خدایا هر کس که با تو مخالفت کند، چه کسی میتواند غیر از تو همان شخص رو ببخشد؟ کسی دیگری صلاحیت دارد؟ هم تو باید ببخشی و هم تو باید او رو بخوانی. غفلت و گستاخی ما مجرمان، از وفور عفو توست ای ظلمان. این همه که غفلت میکنند، البته این رو این باید بخوانیم، چون مولانا چون این حرفی ندارد. مولانا خود رو گناهکار نمیدان، هیچ جا هم ننوشته که من گناه کردم. غفلت و گستاخی این مجرمان، از وفور عفو توست ای ظلمان. بعضی هم افولان خوندن، یعنی کسی که بسیار عفو کننده هست. خب میگه این همه ما غفلت کردیم، گستاخی کردیم، بخاطر اینکه تو خیلی بخشیدی ما رو، ما هم گستاختر شدیم. اگر تو اینقدر ما رو نمیبخشید، ما هم اینقدر گستاخی نمیکردیم. عفوهای جمله عالم ذره ای، پیش عفوت عیزه تو هر بهره ای. خب عفوم شایسته توست دیگه. جمله عالم اگه عفو بکند، یک ذره هست در برابر خورشید عفو به تو. تو میتوانی عفو کنی. عفو هم چیست؟ عفو از عفو و عفیه هست، دو تا معنی دارد. یکی این که عفو، عرب میگه عفو اثر فلان، یعنی اثر او رو از بین برد.
عفو یعنی این که اثر آن گناه رو کاملا از بین ببره، هیچ جایی هم نمیماند، جای میخ هم نمیماند. عفو یعنی این که انسان دیگر هیچ اثری از گناه خود نمیبیند، بلکه به جای گناه خود نیکی و خیر رو حسن میبیند. عفوها گفته ثنای عفو تو نیست کفش ایها الناس تقو. میگه عفوها همه ثناگو و شکرگوی عفو تو هستند. ما هم عفو میکنیم دیگه، ما هم از گناهان دیگران میگذریم و گناهان دیگران رو میبخشیم. یک نکته هم هست که عرفا گفتن و این نکته مهمی است، که گفتن که وقتی کسی نزد شما اعتذار کرد عفو او رو بپذیرید. البته راه فتوت آن است که فتیان، آنهایی که انسانهای بسیار بزرگی بودند، راهشان این بوده که قبل از اینکه شخص بیاید و از او عذرخواهی کند او رو میبخشیدن، که خدایی نکرده ذلت خواهشی که مرا ببخش بر او بار نشود. این فتوت، این جوانمردی است. جوانمردی این است که انسان حاضر نباشد کسی بیاید از او به خاطر اشتباهش عذرخواهی کند، چنان ببخشد که کسی مجبور نباشد به خاطر گناهش از او عذرخواهی کند و او عذر او رو بپذیرد. اصل این است. ثانیاً اگر این اتفاق نیفتاد و کسی آمد و عذرخواهی کرد، وظیفه چیست؟ وظیفه بخشش است. با همین اولین راه وظیفه بخشش است. چرا؟ گفتن کسی که روایت هست، روایت متعدد است که فرمودن بزرگان ما اولیای دین حضرات ائمه معصومین فرمودن که هر کسی که زود عفو بکند خدا از گناهان او زود عفو خواهد. گفتن دیگران رو ببخشید تا خداوند شما را ببخشد. روز قیامت یا هر وقت دیگر خواهیم گفت خدایا ما رو ببخش. میگه تو یک بنده من رو یه حرفی زد به تو نبخشیدی، من چرا این همه گناهان عظیم تو رو ببخشم؟ البته خدا نمیگوید این رو، ولی اگر بگی چه میگیم؟ ما چقدر اینقدر چرا سنگ دل شده ایم که عفو و بخشش رو کلن کناری گذاشته ایم؟ یک اشتباهی، یک خطایی کسی انجام داد، نه اصلا ممکن نیست. مطمئن باشد کسی که در برابر دیگران سخت گیری می کند، این جهان روزگار و در آن ایام خاص آنها هم بر اینها سخت گیری خواهند کرد. سخت گیر باشیم. اگر کسی، اولا نگذاریم کسی مذلت و خاری عذرخواهی رو بر خودش هم میکنه، اصلا اجازه ندهیم کسی از ما عذرخواهی بکنن، چون خفیف میشود، خار میشود در آن زمان. این راه فتوت، این راه عرفان نعیری. خب اگر هم شخصی آمد و عذرخواهی کرد، بلافاصله عذرش را بپذیریم که به خدا بگوییم خداوندا ما عذر بنده تو رو پذیرفتیم، تو هم عذر ما را در این گناهان عظیم ما بپذیر. عفوهای جمله عالم ذره ای پیش عفوت یا عکس عفوت. عکس عفوت ایزه تو هر بهره ای، عفوها گفته ثنای عفو تو نیست کفش ایها الناس تقو. کف او نیست، عفو دیگر خداوند و همتای عفو خداوند نیست. همچنان که در سایر صفتها ما صفتهای خداوند بسیار عظیم است و صفتهای ما با او کفیتی ندارد، همتایی ندارد، در عفو همچنین است. فضل تو گوید دل ما را که رو، ای شده در دوغ عشق ما گرو. چون مگس در دوغ ما افتاده ای، تو نی مسته ای مگس، تو باده ای، کرکسان مست از تو گردنده ای مگس. چون که در بحر عسل راندی فرس، از تقاضای تو می خارد سرم. ای بمرده من به پیش آن
کرم پیش آب زندگانی کس نمرد، پیش آبت آب حیوان است درد، مرگ آشامان ز عشقش زنده اند، دل ز جان و آب جان برکنده اند، آب عشق تو چو ما را دست داد، آب حیوان شد به پیش ما کساد. فرصتمون رو به اتمام هست. کل مطلبی که اینجا فرمود این است که کسی که لایق عفو خدا باشه، اگر مگس هم باشد، چون در بحر و در دریای شهد الهی شنا کرده است، بنابراین آن بسیار چیز بزرگی است، آن مگس نیست بلکه بسیار عظیم است، سیمرغی است آن مگس، چرا که فهمیده است که بایستی در شهد و عسل رحمت الهی و در حضور حضرت خداوند بود و خود رو مانند مگسان که خود رو به شیرینی میزنند و چندان هم بری نیستند و گناهان زیادی و پلیدی های زیادی با خود دارند، اما خود رو به عسل میرسانند و از آن عسل میخورند، تو هم با اینکه گناهان فراوانی داری برو و با اینکه مانند مگس بر دوغ هستی که دوغ رو خراب کرده ای چون وارد آنجا شده ای، هرچند چنین باشد، هرچند که نظام جهان رو عوض کرده ای و خراب کرده ای، باز هم به سوی شهد توبه الهی برو و امیدوار باش که خداوند گناه تو رو خواهد بخشید. و السلام علیکم و رحمت.